با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روشلات، به برنامه چهره ها خوش آمدید. چهره هایی هستند که مورد حمایت، مورد اعتنا، مورد اعتبار بسیاری از ما، با آنکه از منظرهای متفاوت فرهنگی، سیاسی به خود و به جهان پیرامون خود نگاه میکنیم هستند. شخصیت هایی که فراتر از حیطه بسته اندیشه من یا دیگری حضور خود رو ممکن می سازن. چهره هایی که دوستشان داریم، به اعتبارشان نیز اعتباری برای خود قائل می شویم. از میان این نوع از چهره ها بیشک زنان فرهیخته جامعه ما در حیطه اندیشه ورزی، هنر و فرهنگ جای خاصی رو در فرهنگ معاصر ما دارند. و از میان این زنان امروز زنی مهمان برنامه چهره هاست که نامی آشنا برای همه کارورزان حیطه فرهنگ و هنر و همچنین دادخواهی ها. پرتو نوریالا، خانم نوریالا یا پرتو نوریالا عزیز، خوش آمدی به برنامه خود. خیلی متشکرم سیروس جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانتون، این دوستان عزیزی که در استودیو هستن و تماشاگران برنامه تون که میدونم خیلی هم زیادن تماشاگران. لطف داری. امیدوارم که خب زیاد و زیادتر هم بشن. از راه دور اومدی و من شاید فکر نمی کردم به این زودی ها این شانس نصیب من بشه که میزبان پرتو نوریالا باشم. اختیار دارین، لطف میکنی به من این حرف رو میزنی. واقعا امیدوارم که شایسته این حرف ها باشم، این کلمات و این محبت ها. حتما فراتر از این واژه‌ای که من به کار بردم. اما می‌خوایم حتما با برنامه چهره آشنایی داریم. بله. می‌خوایم با هم یک مروری بر زندگی پرتو نوریالا داشته باشیم. کجا متولد شدی؟ من تهران. تو چه خانوادی و چه شکل از بستر خانواده؟ من سومین فرزند پدر و مادرم بودم. بعد از دو تا پسر من به دنیا میام و اینطور که مامانم تعریف میکرد، زاو میره پیش پدرم. پدرم هم یه مرد روشن فکر، مادر و پدرم هر دو تحصیل کردی اون زمان فرانسه دون و نمیدونم. زاو میره پیش پدرم و میگه که مژده بده برات یه خانم پاریسی آوردم. پدرم میگه دختر؟ من دختر نمیخوام. بچه های من باید همه پسر باشن. واقعا؟ بله. بعد تا دو هفته سه هفته مامانم میگفت نیومد تو رو ببینه، قهر کرد اصلا. بعدم پدرم یه مقدار عیاش بود و شب میرفت بیرون و گردش میکرد و دیر وقت میومد خونه. یه شبی مامانم یادم نیست که میگو به چه دلیلی این خونه بود و گو حالا این بعد سه هفته حالا این خانم پاریسی رو بدین من ببینم. مامانم میگه همین شد که تو رو گذاشتیم تو بغلش و به این خونه نشین شد. و شیفته دختر. بله، شیفته دختر. و این آخرین دختر خانواده بود یا آخرین فرزند خانواده؟ نه بود؟ من یه خواهرم بعد از من دنیا اومد و پدرم اسم پدر و عمو و نمیدونم مادرش و خواهرش رو ما گذاشته بود. مادرم هم اسامی دختر و پسرش از قبل انتخاب کرده بود. سر پیام و سیام، دکتر اسماعیل نوریالا و سیام محمد نوریالا، اینا رو موفق نمیشه تو شناسنامه هاشون پیام و سیامو بذاره، ولی سر من میگه که اگر رفتی ثبت احوال و اسم پرتو رو نذاشتی. پرتو رو از 13 سالگی تو اشعار حافظ پیدا کرده بود، نگه داشته بود، حق نداری بیای. پدر من بلقیس رو انتخاب کرده بود. من یکی دو تا کتابم به اسم بلقیس هست. بعد اگر که پرتو رو نذاری تو شناسنامه‌اش نیا خونه.
پدر من خودش یک چیز دیکتاتوری بود، ولی مامان منم کمتر از اون نبود. خب جالب شد این شکل این خانواده. بلقیس پرتو. یعنی هم بلقیس؟ بله. هم پرتو. خب ولی فکر نکنم هیچ کس تا کنون با اسم بلقیس آشنا بود تو جامعه فرهنگی ما به خصوص. نه من فقط مثلا مدارک تحصیلی قانونی باید من هر دوتا رو میذاشتم، ولی خب پرتو رو خیلی دوست داشتم، از اون استفاده میکردم. ولی یه دوره شروع کردم به داستان کوتاه نوشتن و فقط یه جور برای من زورآزمایی بود که اگر اسم من نباشه آیا این قصه ها رو کسی چاپ میکنه. نتیجه عالی، خوب بود. به اسم بلقیس چاپ کردم و همه جا چاپ کردم و همش هم این سوال بود که این کیه. احتمالاً تصور میشد که خب یک زنه که پا به سنم، چون اسم بلقیس خودش میتونه این تصور رو ایجاد بکنه. بله. بعد که دیدم با این موفقیت روبرو شد، وقتی به صورت کتاب قصه ها رو چاپ کردم، اسم خودم رو گذاشتم، بلقیسم رو زیر گذاشتم. حالا میرسیم به اون دوره. از مادر چه دریافتی کردی؟ مادرم زنی بود که از اولین زنهایی بود کشف حجاب کرد. خودش تعریف میکنه که وقتی که رضا شاه فرمان کشف حجاب رو میده، اینها تو مدرسه معلم فرانسوی داشتن و این خانم معلم فرانسوی براشون تصویر زنای فرانسوی رو می آورده بی حجاب. میگه همیشه تو رویای ما بود که آیا میشه ما یه روزی بی حجاب بشیم، و میگه رفتیم خونه خودش و خواهرش و لباسشون و چادرشون رو قیچی کردن، پیرهن دوختن از اون چادر، یه کلا سرشون گذاشتن، اومدن بیرون. شاهکاره. بله. این از اولین دخترایی بودن که اومدن بیرون. بعد چون پدرشون خیلی مرد فرهیخته و پزشک بود و شاعر بود و اینا رو گذاشته بود تحصیلات دبیرستانشون اینا رو تموم کنن و استخدام میشه. اینا جز اولین زنایی هستند که توی اداره میان کار میکنن. بعد با خواهرش رفتن خلبانی ثبت نام کردن. دیگه یه مقدار تمرین کردن، ولی دیگه در مراحلی که بخوان پرواز کنن، پدرشون گفته من دیگه اصلا آبروی من میره توی شهر که دختره من برن رو هوا. حدی داره. و از پدر؟ پدر من اونم مدرسه سن لویی درس خونده بوده و از قزاق‌های دوره رضا شاه بوده و خیلی هم از نظر ظاهر و اینا عین رضا شاه بود. بعد جزو سربازان افسر ارتش رضا شاهی میشه. معروف هستش که تمام املاک مازندران رضا شاه میده به پدر من که چیز کنه بهش میگفتن رضا شاه مازندران، شاه مازندران. و بعدم تمام فامیل ما علا هستن همه. این کلمه نوری رو رضا شاه بعد از اینکه این پست رو به پدر من میده اضافه میکنه به اسم ما، فقط ما میشیم نوری علا. ولی خب پدر من در عین حال که مرد روشن فکر، واقعا در عصر خودش مرد روشن و آگاه بود، ماها رو خیلی آزاد میذاشت، اما خب دیکتاتوری رو در وجودش داشت. اون یه مرد دیکتاتور نظامی، مادر من یک زن رومانتیک، شاعر، و ترکیب این دوتا رو خودتون حدس بزنید دیگه. حالا سخته بتونم حدس بزنم. ولی آنچه که از پدر دریافت کردید توش نوع دیسیپلین میتونست باشه؟ بله، دیسیپلین بود. یعنی من و برادر خواهرام همه به قدری وقت شناس هستیم، چون مادر منم معلم بود و این دوتا دیسیپلین رو به ما خیلی خوب یاد دادن. نظم رو یاد دادن و مهربانی رو. و مهربانی. چقدر اتوریته در این خانواده نقش داشت و چقدر این اتوریته میتونه شما رو مثل یک اسیر قرار بده در خودش؟ میتونه؟ هیچ. مادر من یک زن میتونم بگم پیوریتن بود.
بی نهایت پرنسیبای اخلاقی داشتش و پدرم در بست تربیت ما بچه ها رو به عهده مادرم گذاشته بود. خیالش راحت راحت بود. مادرم دیسیپلین داشت ولی این با مهربانی همراه بود. خب سعی میکرد که من یه خورده از بقیه بچه ها یاقی تر بودم. مثلا به ما میگو حتما از خونه که میریم بیرون دعا بخونید. من تا میامدم توی کوچه خرکچی رو میدیدم با خرش و اینا یادم میرفت دیگه. بعد میرسیدیم در مدرسه من میدم ای خواهرم داره هنوز زیر لبش دعا رو میخونه. بعد میامدیم خونه میگو مامان این تا پاشاد در خونه میذاره بیرون دیگه دعا نمیخونه. فراموش میکنه. هنوز هم همینطوره نه؟ اولین کتابی که در زندگیت تو دست گرفتی و تأثیر خاصی در تو گذاشت که امروز هم میتونه ماندگار باشه اون تأثیر چی بود؟ ببینید من خب برادر بزرگم دکتر اسماعیل نوری‌علا نقش خیلی مهمی داشت در اینکه یه خانواده، یعنی مادرم خب شاعر بود، هر دو تا پدر بزرگای من شاعر بودن، هم پدر پدریم هم مادریم، و برادرم هم که شاعر بود، نوشتن و خوندن به خصوص ادبیات تو خونه ما خیلی متداول بود و من یادم که برادرم یک اتاقی داشت که کتابخونه داشت. چند سال تفاوت سنی بود؟ 4 سال حد اکثر. ولی خیلی این روش ولی نقش آفرینی میکرد خیلی. بعد من کتاب بوفکور صادق هدایت رو که 9 سالم بود از اتاق این پیدا کردم و نشستم اینو خوندم، نمیتونستم هم کنار بذارم، نمیفهمیدم درست. ولی باور کنین سالیان سال اون مرد خنزر پنزری، اون زن اسیری، اونی که دلا شده از این ور جوب داره اون شاخه گل نرگس رو به این میده، تمام اینا به طور زنده در ذهن من بود. تا اینکه میتونم بگم حدود 10-15 سال پیش من یک شعر بلند گفتم به اسم زمینم دیگر شد و اون تو تمام این المان ها رو اووردم و یه جوری خالی شدم. در واقع همون تصاویری که همون ابتدا کسب کردی تو این شعر رو بردی؟ بله. و به ویژه این مرد خنزر پنزری رو هم آوردم و انگار از دستشون خلاص شدم. دوران تینیجری چگونه گذشت؟ تا چقدر شورشی؟ تا چقدر تسلیم به هنجارها؟ من دختر خیلی آرومی بودم نسبتا، ولی شاد، خیلی شاد، اهل دعوا و مرافع و این حرفا اصلا نبودم و خیلی هم خب اطاعت از مادر میکردم چون دختر بزرگم بودم. مادرم رو من خیلی کار میکرد، ولی شورشی نبودم، ولی یک زمینه عدالت خواهی، انسان برابر. و بعد مادر من در اون زمان از برابری زن و مرد صحبت میکرد. این خیلی مهم بود برای. خیلی مهم بود. دریافتش برایت مهم بود نه؟ اصلا به طور طبیعی فکر میکردیم زن و مرد باید با هم برابر باشن. وقتی بیرون میرفتم میدیدم همچی برابری نیست. ولی توی خونه اینو دائما در ذهن ما میکرد که هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست. و واقعا پدر مادر من بین ماها فرقی نمیذاشتن. البته مثلا ما با هم برادرم اینا میرفتیم بیرون با پسرها و دخترها بازی میکردیم، ولی مثلا از سن 8-9 سالگی من خیلی نسبتا دختر درشتی بودم دیگه، مادرم گفت به برادرم که اینو نبرش بیرون. تبعیض شروع شد. تبعیض شروع شد. بعد دیگه شروع کردم به نوشتن مطالبی که این زمینه های عدالت خواهی. اولین نوشتت در چند سالگی؟ اولین نوشتم و بعد از خوندن کتاب بوفکور صادق هدایت نوشتم، همون حدود 9-10 سالم بود و تصاویری رو تو این آورده بودم که به برادرم نشون دادم این قصه رو و انقدر این تعریف کرد که حتما ادامه بده. خب خیلی برای من مهم بود که اون منو تایید کرده. و بعدم که دبیرستان رفتم معلمای خیلی خوبی داشتم. کدوم دبیرستان؟ نمونه دختران. و نمونه بود؟ از مدرسه های خیلی خوب آره بود. و از مدرسه های خوب بود، منم شنیدم. خب بعد بین دبیر ادبیاتمون و فلسفمون
روی من هر دوتاشون کار میکردن. این میگفت تو برو ادبیات بخون، اون یکی میگفت فلسفه بخون، و کارای منو میبردن دانشگاه، کارای فلسفه‌مو، مقالات فلسفی‌مو. و بالاخره اون معلم فلسفه پیروز شد، من رفتم دانشگاه رشته فلسفه. ولی قبل از اینکه برم دانشگاه ازدواج کردم در اون همون 18 سالگی. با بگذاریم خب. بعد بچه دار شدم خیلی هم زود، ولی خب مادرم نمیذاشت من دانشگاه رو ول کنم. حالا از این بچه نخواهیم گذشت، بعدم این بچه خواهیم رسید. این اون بچه نیست. این اون بچه نیست. آره اون بچه پسر اولمه. خب میرسیم به دانشگاه. در تو یک ذوق و علاقه در دبیرستان شکل گرفت به فلسفه و ادبیات. و ادبیات. چرا فلسفه؟ خب یه مقداری نسبت به دختران و زنان اون زمان، حالا ادبیات قابل درک بود، بسیاری از دختران و زنان به ادبیات و شعر علاقه خاصی نشون میدادن، اونم شاید زمینه‌های جامعه شناختی خودشو باید داشت که چرا. ولی فلسفه خیلی پیچیده تر از اون بود که بخوایم با ادبیات اون رو به قیاس بکشیم. چه چیزی در فلسفه تو رو به دنبال خودش کشوند؟ اون دوره جوانیم خیلی اون متافیزیک من رو جلب کرد، به خصوص تو فلسفه دکارت، اون دوالیزمی که توی فلسفه دکارت بود. و بعد معلمم انقدر این شیرین و جذاب به ما درس میداد و آنچنان تمام طول سالین میکشوند ما رو که مرور کنیم و در هر درسی ما یه مقاله بنویسیم. یعنی گفتی که نوشته‌های فلسفی داشتی؟ بله. در دوره دبیرستان؟ بله. در واقع این نوشته‌های فلسفی؟ یه مقاله میگفت، این مثلا دکارت که الان خوندین نظرتون رو بگید، درک مطلب ثابت کنید که مثلا ایمانوئل کانت چرا این نظر رو میده. خب منم چون نوشتاریم خیلی خوب بود، انشام خیلی خوب بود، مقالات خیلی به قول معلم خوب می نوشتم و ایشون خودش دوره دکترای فلسفه توی دانشگاه تهران می خوند و این مقالات منو می برد سر کلاس خودش و به استادای دانشگاه می گفت اینو یه دختره مثلا 16-17 ساله نوشته. و خیلی می آمد به من می گفت که واکنش اونا چی بود. انقدر این منو تشویق کرد که من موقع کنکور دانشگاه فلسفه رو زدم و دانشجوی فلسفه شدی تا فوق لیسانس هم مثل اینکه. بله بعد فوق لیسانس البته رشته های دیگر، روانشناسی هم خوندم این مدت، مدیریت خدمات اجتماعی گرفتم. ولی خب بعد که شروع کردم به کار درس تدریس فلسفه کردم در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا. خیلی هم استاد خوبی بودم، یعنی جالب این بود که اون چیزی که آموخته بودم خیلی قشنگ به بچه ها منتقل میکردم و خیلی شنیدم که ما تا حالا از فلسفه چنین درس جذاب و شیرینی نگرفته بودیم. احتمالاً با همه جذابیت و شیفتگی خودت آموختی اون رو. بله. و این خیلی مهمه، تو باز پرداختش درست همون جذابیت، همون شیفتگی رو در اختیار میگذاشتی. دقیقاً. شاید همه اینها رو باید مدیون اون معلم بود. دقیقاً هستم و همه جام گفتم. خانم مظاهری، یکی این خانم مظاهری بود، یکی خانم شریفی معلم ادبیاتمون که این انشاهای منو میبرد سر کلاسای دیگه میخون. شعر از کی در زندگیت شعرم دلوقتي. از حدود 13 سالگی شروع کردم، ولی شعر موزون و مقفا میگفتم به سبک ادبیات کلاسیک. و برادرم با چه مضمونی؟ جان با مضامین بیشتر وصف طبیعت و اینا بود. نه رومانتیک زیاد نبود. نه جرأت نداشتم. جرأت نداشتم. بعد یادمه که 16 سالم بود، برادرم اسماعیل نوریالا اومد خونه و کتاب چشم ها و دست های نادر نادرپور رو برای من به عنوان هدیه تولدم آورد و گفت تو این شعرها رو بخون و با شعر نو آشنا بشو. تا اون موقع شعر کلاسیک میگفتم. واقعا با اینکه امروز نگاه میکنم میبینم شعرهای چشم ها و دست های نادرپور به هر حال موزون و مقفا بود، چارپاره بود، سبک کلاسیک رو داشت، اما انقدر برای من نوآوری توی این بود. درست انگار یه دریچه جدید باز کردم و حالا دارم از این پنجره دنیا رو میبینم.
به خود از نظر ایماج و حرفایی که میزد، ولی حقیقتاً شعر نو رو با شعر احمد رضا احمدی کشف کردم. جالبه. احمد رضا احمدی شعراشو که میخوندم، با اینکه در اون عصر و زمانه خب شعرهای خیلی عجیبی بود، واقعاً شعرهای پست مدرنی که امروز میگن احمد رضا احمدی اون موقع میگفت. چه چیزی در شعرهای احمدی بود که جلبت کرد در مقابل قولهایی مثل نیما، اخوان، شاملو، فروغ و بعد احمد رضا احمدی جلبت میکن؟ سادگی زبونش، اون عاطفه سرشاری که توی این کلمات، در ساده ترین کلمات موج میزد، و ایماژهای جدیدی که این میآورد. مثلا راجب دو تا چشم سیاه میگه چشمان تو دو زغال اندیشند. من هیچ وقت یادم این نمیره. یعنی اصلا زغال تو بیاری و بعد اندیشه رو به چشم ببخشی. یعنی تو این داری چه دنیایی رو میبینی؟ من بعدن شعر نیما و شاملو و نسبت به شعر فروغ زیاد گرایش نداشتم. نداشتی؟ نه. خب خیلی جالبه، چون از معدود دخترانی بودم که زیاد به شعر فروغ، چون تو شعر فروغ یه حالت ناله هست، من دوست نداشتم این شعر رو. من خیلی پوزیتیوم. بعدش از اون مظلومیت از نیومدی بیرون، یعنی از کودکی به گونه‌ای بزرگ شدی بودی که اون مظلومیت رو تجربه نکرده بودی. توی زندگی خانوادم بله، ولی در زندگی زناشویی و بعد بچه دار شدن مجبور به تحمل شدم. تجربه، اون تجربه هم داشتی در واقع؟ بله. و یعنی چیزی بود که میدیدم کمال بی‌انصافیه، ولی به خاطر بچه‌ام خب تحمل میکردم. خب همراه با شعر و فلسفه همیشه نگاه اجتماعی و سیاسی داشتی. بله. اون حس برابری خواهانه جنسیتی که در خانواده به نوعی شکل گرفت، بعدها این در حوزه های اجتماعی تو زندگی تأثیر گذار شد؟ خیلی زیاد. من اولین کتاب شعرم رو که چاپ کردم شعرهای دختر تینیجر بود و این توقیف شد در زمان شاه. همه آثار توقیف شدن؟ تمام آثار من در هر دو رژیم. در هر دو رژیم. با اینکه نه آدم سیاسی بودم نه جزء حزب و گروهی بودم، ولی خب مثلا به بچهای چریک و اینا خیلی علاقمند بودم. بعد کتاب شعرم که توقیف شد، بعد با سعید سلطانپور گروه تئاتر هنرهای زیبا رو بازی کار میکردیم، کارم یا شب نمایش یا در دوران ریهرسال و تمرین توقیف شد. ناصر تقوایی گفت بیا برای من فیلم بازی کن، فیلم آرامش در حضور دیگران بازی کردم. 5 سال این فیلم توقیف شد، تو سینما نمایش ندادن. بعدن با حذف یه سری صحنه های نمایش دادن. دیگه یعنی میدونین خب آدم ناامید میشه. یعنی من بعد 2 تا بچه آوردم، شهرزاد رو داشتم دیگه، بعد فرهنگ و هنر کار میکردم، بورس فرانسه برام داده بودن و نمیدونم پست معاونت مدیریت و اینا رو، گفتم حاضر نیستم بچه‌مو دست کسی بدم. شهرزادو. آره، گفتم میمونم خونه و خودم نگهش میدارم. ولی درس دانشگاهیمو میخوندم که هدفم تدریس بود همیشه، تدریس در دانشگاه. و دوست داشتی این کارو؟ عاشق تدریس بود. و شما اصلا درس خوندن رو دوست داشتم. شایدم تنها بچه بودم که تو خونه هیچ فشاری به من نمی آوردن که درس بخون. نمیدونم چرا از من امید زیادی نداشتم. نه شاید بلکس. خب فلسفه، شعر، ادبیات و نگاه اجتماعی، اینها وقتی در هم ترکیب می شدند، آیا در هم ترکیب می شدند؟ آیا خودشو مثلا در نگاه فلسفی، آیا هرگز خودش رو در شعر بیان کرد؟ بله. چگونه؟ ببینید، من به خلاف دوران دبیرستان که یک متافیزیک منو در آغاز به فلسفه جلب کرد، بعد یواش یواش یک آدم پراگماتیست کامل شدم.
چون اصلا زمینه‌های شخصیتیم خیلی شبیه پدرم هستن و اونم یک انسان پراگماتیست، ماتریالیست کامل، و من به این رده فکری بیشتر علاقمند شدم. این نگاه پراگماتیستی من در زمینه فلسفه تو زمینه اجتماعی هم من آورد که من جامعه رو نگاه میکردم، رابطه علت و معلولی مثلا یه حکومت رو روی مردم جامعه میدیدم و خب اینا رو تو شعرم منعکس میکردم. یعنی این ادغامی بود از همه اینها، به همین دلیل شعر اول کتاب اول من توقیف شد. با تمام این که نگاهت بسیار دخالت جویانه بود در جهان پیرامونید، مجتمع، سیاست، ولی هیچ وقت تمایل به اینکه عضو یک تشکیلات، یک گروه سیاسی مشخصی باشی نداشتی؟ نمیتونستم، چه بسا اگر ازدواج نکرده بودم و بچه نداشتم، بلا شک احتمال بله. احتمالش بود که این بله. خب وقتی من به زندگی و اون دوره از انکشاف شعر و ادبیات و تفکر و اینها نگاه میکنم که تو اون بستر زندگی میکردی، پیام اسماعیل نوری علا زندگی میکرد، شخصیت هایی که تو اون دوره بودن شخصیت هایی که هنوز هم ماندگارن. بله. یعنی ما هنوز اون تاج گل رو در این دوره ها به دست نیاوردیم، دوره ای که میشه با خود نوری علا شروع کرد، گفت بیزایی بود، آشوری بود، آشوری بود، سپانلی بود و و غیره. و تو این جمع با هرچند کوچیکتر از بقیه بود، بله بله، ولی در این جمع حضور داشتی و چقدر این بستر نقش آفرین داشت در تحولات فکری تو، یا میتونست حتی منفی هم باشه؟ آیا میتونست تاثیر منفی هم بگذاره؟ ببینید پیام منو با خودش، یعنی اسماعیل نوری علا، آره اسماعیل نوری علا، ما همه به اسماعیل نوری علا میگیم پیام، دوستان آره. نزدیکیش و خانواده، درسته، اسمی که مادرم انتخاب کرده، مادر اونم از شعر حافظ انتخاب کرده بود اسمون رو. منو با خودش همه جا میبرد، یعنی من دانش آموز دبیرستان بودم ولی منو میبرد توی محافل و مجالس. به همین دلیل من خیلی از اینها رو، مثلا فروغ رو دیده بودم یه چند سال قبل از مرگش و ابراهیم گلستان رو دیده بودم، نمیدونم بهرام بیضایی، خب از کودکی همه دوست بودیم و یاد میگرفتم خیلی. اصلا دنیای من دنیای همین ادبیات و بحث و جدل و ترجمه بود. و اینو در همون جوانی آدمهای بزرگ و رجال فرهنگی تو زمین های مختلف شده. دقیقا همینطور، شاید یکی از دوره های درخشان ایران دهه چهل به بعد. دهه چهل به بعد بله، چیز عجیبی رخ میده. مثلا وقتی خود به پیام نگاه میکنیم، وقتی نقد ادبیش میاد بیرون، مگه چند سالش بود؟ بله. 20-21 سالش بود. دقیقاً 21-22 سالش بود. بعد اون همون انجمن طرفه‌ای که اینا را میندازن و شعر نو رو میارن عرضه میکنن، خب مگه آسون نبود شعر نو بیاد با یک شعر کلاسیک با اون قدمت بخواد مقابله کنه؟ حالا به نظر چه اتفاق اون دوره میفته که اینها با همه جوانیشون ولی یه بلوغ فکری رو با خودشون عرضه میکنن؟ یه نسل شما چه اتفاق اونجا میفته که این سن کم بین 20-26 بله. سالگی بله. یک بلوغ فکری رو باقی میگذارن، بر جای میگذارن که تا امروز نقش آفرینی داره میکنه؟ خب این نسل به عقیده من تحت تاثیر یه نسل قبلش بود، مثل ابراهیم گلستان، مثل فرخ غفاری در زمینه سینما. این مثلا فیلمی بود که شب قوزی برای اولین بار یک تحول عظیمی توی چیز تو حوزه سیاست هم میتونه برگرده به خلیل ملکی ها. اتفاقا میخوام براتون بگم که شاید اون زمینه حزب توده که اولین حزب اعضای تو حزب توده همه روشن فکر بودن، من الان با حزب توده کاملا مخالفم. یعنی نمیخوام تعمیم بدم هم یک صفت رو به همه آدم ها، ولی خیلی حالت ابن الوقتی پیدا کردن حزب توده، ولی اون زمان واقعا یه گروه روشن فکر تو حزب توده بودن.
خب بعد انشعاب میشه، خلیل ملکی میاد بیرون، نمیدونم. ولی آدم هایی که شروع کردن ابتهاج به حاضین، ترجمه های آثاری رو که از طریق اینا انجام میشد، و یه تحول بزرگی در ایران بود. چند اثر تا اون زمان نوشتی؟ میدونم که توقیف میشدن. تا کدوم زمان؟ تا انقلاب. تا انقلاب از نظر نوشتاری همون کتاب اولم که توقیف شده، منم دیگه شعرهایی که میگفتم هم تو جمعش میکردم. یه تمایلی به چاپ نداشتم. اصلا امیدی نداشتم. بعدم واقعا همین درگیری خانوادگی و بچه ها و کار و همه اینا بود، ولی درس رو ادامه میدادم. تو همون دوره خب کتاب توقیف میشد، اما اشعار دست به دست میچرخید میان اهل خود شعر، اهل ادب، هنر. نه زیاد. خب دوستان که به هر حال نه واقعا، برای اینکه من زیر سایه شوهر بودم، نمیذاشت زیاد. و بعد من به نقد رو آوردم. جالبه که برای اولین بار یه 5-6 تا کتاب رو در نقد آگاه من اینا رو معرفی کردم، و نوع معرفی که کرده بودم انقدر برای خوانندگان جالب بود که در من این شوق رو به وجود آورد که من بشینم نقد بنویسم. چه احتیاجی؟ چه چیزی در تو شکل گرفت که نقد بنویسی؟ من خیلی با جزئیات کارو میخونم، یعنی چیزهایی رو میبینم که از چشم خیلی رد میشه. و زبان برای من در ادبیات یه چیز نقش مهم داره. پس ناچاری نبود تو رو به نقد کشوند؟ نه 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 نه، هر دری روم بسته شد به یک سمت دیگه رفتم. یعنی چیزی که در من بود پشت کارم بود. هر جا هنوزم همینطوری؟ آره. هنوزم در جستجوی روزنه ها دلم بود. خود هی پیشرفت داشته باشم، زمین های مختلف رو تجربه بکنم. انقلاب رخ میده، چه حسی داشتی به آنچه که پیش روی میدیدی؟ من همطور که بهتون گفتم یک زمینه عدالت‌خواهی همیشه در من بود، و من خب تو اون فضایی که بودیم، فضای مخالف رژیم پهلوی، منم خیلی مخالف بودم با رژیم پهلوی، و یک تندنس عجیبی به مثلا چریکای فدایی داشتم، مجاهدین، حزب کومله، مثلا اشرف دهخانی برای من یک چیزی بود. بعد شعرهای اون مرضیه اسکویی رو که چیز کرد، من یک زنم، بله، خیلی رو من تاثیر می‌ذاره. به همه اینا رو هم یواشکی می‌خوندم، آزاد نبود که راحت بخونیم. بعد دوران، ولی بیشتر از همه به چریکای فدایی، هنوز انشعاب نشده بود دیگه به اقلیت اکثریت، بعد از انقلاب شد. بله، بنابراین در دوران انقلاب خیلی فعال بودم، خیلی زیاد. و اصلا هم وحشت این بچه هم میبردم، مجبور بودم ببرمشون. پسر من خیلی فعال بود، با اینکه 12 سالش بیشتر نبود، ولی یه روز توی یکی از این میتینگا دیدم یکی داره داد میزنه که کار ارگان حزب فدایی. نگاه کردم ای وای، این پسر من اینقدر روزنامه کار دستش بود داشت میفروخت. اصلا هم حریفش نبودم که مثلا اون روز خونینی که توی خرداد ریختن مجاهدین رو کشتن، من به پدرم زنگ زدم که نزار سن با در خونه بری بیرون، گفت اصلا 2 هفته. و فعال بودم خیلی خیلی. در دانشگاه تدریس میکردی هنوز؟ بله، در دانشگاه تهران هنرهای زیبا فلسفه درس میزدم، و چون دوران فوق لیسانسم رو در زمینه خدمات اجتماعی گرفته بودم، در مرکز روان درمانی دانشگاه تهران به عنوان سوشال ورکرم کار میکردم با دانشجویانی که مشکل روانی داشتن. انقلاب فرهنگی رخ میده، و این انقلاب فرهنگی پرتو نوریالا رو از شاگردانش جدا میکنه. بله. چه حسی بود؟ حس بسیار سختی بود، نه؟ باور کنید، اونم پرتویی که این همه عاشق تدریس و شاگردانش، و تا ساعت مثلا 2 بعد از شب وقتی بچه ها رو خوابونده بودم. خیلی زن سنتی بودم، حتما غذا بپزم، قرمه سبزی رو بودم، یعنی این توقع از من می داشتند که باید اونطور. اون در درجه اول بود، و من در درجه اول هنوزی که هنوزم خودم مادر با حالی که مادر بزرگ می کنم.
ولی با چه سختی من درس خوندم. شاگرد ممتازم بودم همیشه، تمام نمراتم و با عشق البته. فقط سختی عشق. یعنی سختی به معنای زجر نبود، سختی به معنای لذت هم همراهش بود که بتونم پیدا کنم زمانی که عاشق درس خوندن بودم. و باور کنی مثل اینکه یه بنایی رو شما آجر به آجر این رو سکوت کردی، تحمل کردی، این صدا در نیامده، این اعتراضی نکردی، برای اینکه هدف تو میخواستی برسی بهش و میخواستم هم تو محیط آروم بچه هم بزرگ کنم. خب انقلاب شد، بازم آثار توقیف شد، چرا؟ پس چرا انقلاب کردی؟ انقلاب ما، من یادمه که تنها یه دونه مهر تو شناسنامم بود، اونم به مجلس شورای ملی که خواستن نماینده انتخاب کنیم، من به مریم قجر ازدانلو رأی دادم. اون موقع هنوز خانم رجوی نبود و خیلی خوشن دوستشون داشتم مجاهدین رو. این چیزی بود که من در انقلاب به اصطلاح شرکت کردم در اون شکل، به غیر از اون تظاهرات و میتینگ و اینا. ولی وقتی که اولین 8 مارس در ایران زنها اومدن بیرون و به حجاب اعتراض کردن و با اون سرکوب خونین روبرو شدن، دیگه دیدم هیچ راه امیدی نیست. وقتی این صحنه رو در اون زمان میدیدی و تا حدی سکوت دوستان روشن فکر خودتو و حتی همراهی کردن ها رو بدی، معنی که امروز مسائل ما آزادی نیست، آزادی زنان نیست، امروز مسائل ما دموکراسی نیست، بلکه مسئله مهم ما مبارزه بر علیه سرمایه‌داری جهانی است. تو خود رو کجا پیدا می‌کردی تو این خیلی فضا؟ متاسف بودم. ببینید، یکی از این اون روز 8 مارس، اولا مردا نیومدن کنار ما وایسن. به عقیده من هنوزم من این عقیده رو دارم، مردهای ایرانی اکثرشون، اولین تظاهراتی که بر علیه حجاب جلوی دانشگاه تهران میگی؟ بله دیگه، راه افتاد، از اومد از دادگستری و خیابونای مختلف و بعد با گفتن یا روسری یا توسری. من بودم اون روز، من در کنار شما بودم. مردای بودن چون گفتید هیچ کی نبود. نه نه، بعد یه بار شک کردم. من بودم اون روز. حس می کردم اینا به خدا خوشحالن از اینکه کاری که دلشون میخواست با زنها بکنن رژیم اسلامی داره انجام میده، ولی نمیفهمیدن اگر تو این نیمی از جامعه رو سرکوب کنی، بقیه رو راحتتر میتونی سرکوب کنی، به خودشون خواهد رسید. دقیقا. و بعدم به همینطور که شما دارین میگین، احزاب چپ ما، خب مجاهدین که زنشون روسری داشتن، ولی راه کارگر بود، پیکار بود، اینا پیشا پیش اومدن روسری گذاشتن سرشون. و بعدم همطور که میگین میگفتن اولویت با رو چادر و روسری نیستش که، الان ما داریم با امپریالیسم جنگ میکنیم. برای من تموم شد دیگه اون زمان. و شروع کردم این دفعه شعرهایی که من دوران انقلاب تمام شعرام نوعی رسیدن به آزادیه و دیگه رسیدیم به اون چی که میخواستیم، به آرمان. و جالبه که بدون اینکه آگاه باشم، دو تا شعر دارم در کتاب دومم که در بعد از انقلاب توقیف شد به اسم آزادی، دو تا آزادیه که آزادی اولا تو این دو تا شعر زنه، بدون اینکه اصلا یادم باشه شعر قبلی رو گفتم، ولی شعر اولی چه جوری میاد آزادی، این خانم که برای جان باختگان سیاه پوشیده و حالا این خانم بانوی که سال خورده شده داره شهر رو ترک میکنه، این دوتا هست. ولی بعدا خب دیگه شعرهای خیلی تند سیاسی میگفتم که اصلا قابل پخش نبود. چی شد که یا کی از ایران رفتی بیرون؟ من در هیچ شرایطی دلم نمیخواست از ایران بیام بیرون، یعنی حتی 9 سال بعد از انقلاب من ایران بودم، ولی پسرم اینجا بود و مریض شده بود و احتیاج به کالج میخواست بره، گرین کارت میخواست بگیره، من میتونستم براش بگیرم. بنابراین دیگه دیدم باید بیام دیگه. از دانشگاهم که اخراج شده بودیم، بعدم با 2 تا از همکارانم، یکی خانم بیزایی، یکی خانم دکتر سیما کوبان که اونم استاد دانشگاه هنرهای زیبا بود، ما اولین زنان ناشر بودیم. انتشارات دماوند رو تو خیابان بزرگمهر ما
برقرار کردیم. جالبه. و چندین کتاب هم منتشر کردیم، از جمله کتاب جباریت دکتر قسیم، کریم قسیم، و چند تا کتاب آدمیت، چند تا کتاب از آقای بهرام بیضایی، و سر کتاب دکتر قسیم ریختن و بستن دیگه این انتشارات رو هم. چند ساله بود انتشارات؟ سه سال. بله، اصلا شاهکار بود اون کار. اصلا اینکه سه تا زن ناشر باشن برای اولین بار تو تاریخ ایران. اولین بار بود. خانم لاهیجی که خیلی هم، شهلای لاهیجی، بله، که خیلی هم بهش احترام میذارم، کاراش هم فوق العاده است، ایشون همیشه میگن من اولین زن ناشر هستم، ولی نه، قبل از ایشون، بعد از انقلاب ما بودیم. خب پس خانم لاهیجی بدونن و خودشون رو تصحیح فرمایند. نه میدونن دیگه. خانم نیلوفر بیضایی یک مقاله نوشت توضیح کامل داد. خب وقتی اومدی به خارج کشور دیگه میدونستی احتمالاً برگشتی؟ بله. نخواهد بود. بله. چه حسی داشتی وقتی میدونی که دیگه سرزمینی که درش به هر دلیلی هیچ وقت دلم نمیخواست کشورم رو ترک کنم، ولی وقتی که این ضرورت پیش آمد مجبور شدم بیام. با خودم گفتم تموم شد. اولا اینکه خب میخواستم یه نقطه پایانی به زندگی خانوادگیم باشه. این نقطه به وجود آمد. بعد که بیرون آمدم هیچ آینده ای رو نداشتم که من چه کار خواهم کرد. مثلا 39 سالم بود، بعد از 20 سال زندگی زناشویی من جدا شده بودم، با دو تا بچه بزرگ، بچه های من بزرگ بودن، و خواستم یه زندگی جدیدی رو برای خودم و برای اینا. اصلا اون آینده ای رو نمیتونستم تصور کنم. فقط یک چیزو به خودم میگفتم، تو میتونی بسازی زندگی رو. و این همیشه سازنده بود. و این به خود نهیب زدن در واقع، من این عقیدمه، میگم اگر کاری رو یکی دیگه تونست بکنه منم میتونم بکنم، اگر یکی رفت کره ماه منم میتونم برم. من فقط تو باید همت داشته باشی، و چون آدم پشتگارداری هم بودم. حالا این اعتماد به نفس از کجا میاد وقتی الان نگاه میکنی، بر میگردی به تمامی زندگی نگاه میکنی؟ پدرم همیشه اینطور بود. پدرم گفتم از افسران رضا شاه بود. این در یه دوره به زندان میافته با اون گروهی که الان یادم رفته، افشارتوس بودن که بودن، اینا میافتن زندان، و که پزشک احمدی به همه اینا آمپول هوا میزنه و پدر من تیفوس میگیره و تصادفاً میبرنش بیمارستان. تصادفاً رضا شاه دیگه از حکومت میفته و باید تبعید بشه، که محمد رضا شاه که میاد عفو عمومی به زندانیان سیاسی میده و پدر من آزاد میشه، و این از صفر دو مرتبه زندگی رو میسازه. یعنی اون همیشه اون اعتماد به نفس در وجودش بود. همیشه بود و به ما هم همین رو میگه. حالا من الان میخوام با پرتو روانشناس که به هر حال تو این حوزه هم کار کرد، میخوام حالا یکم دید روانشناسی داشته باشی توی این زمینه. فکر نمیکنی که این قدرت میتونست از همان کودکی که برای ما تعریف کردی از همونجا شکل گرفته باشه؟ کودکی که مجبورش نکردن مظلوم باشه، مجبورش نکردن که خودشو در مرتبه کوچیکتری ببینه. فکر نمیکنی میتونست خیلی تأثیر داشته باشه توی شکلی همین اعتماد به نفس؟ دقیقاً همینطوره. اما شاید براتون جالب توجه باشه که یه گذرا گفتم منو بچه قابلداری نمیدیدم تو خونه. باید ثابت میکردی مرتب؟ نه نه، اصلا کاری به کارم نداشتن. من یادم یه شب نشسته بودیم همه دور کرسی، بعد پدرم داشت برای هر یک از ما مشاغلی در آینده میگفت. به خب پیام که رسید گفتش که این یک مدیر قابلی خواهد شد. برادر دومم گفت این یک مهندس قابلی خواهد شد. بعد من رد شدم، از من رد شدم. به خواهر کوچیکترم رسیدن گفت این یک خانم دبیر بسیار قابل میشه. گفتم بابا من چی؟ گفت تو شوهر میکنی میری، تو احتیاج نداری کار کنی. جدی؟ یعنی اینجوری به هم نگاه میگه، هیچ اجبار رو هیچی به من نمیذاشت. برخورنده بود برات؟ آخ میسوختم از این حرف.
که چرا با... یعنی اصلا این میل به درس خوندن، میل به ادامه کار، همه اینا روی لجبازی بود اتفاقا، فکر میکنم از روی لجبازی بود. احتمالش هست. خب در خارج از کشور تبعید، فعالیت رو با کانون نویسندگان ادامه میدید، کانون نویسندگان در تبعید. اوائل ادامه ندادم، اوائل باهاش عضوم نشدم، برای اینکه متاسفانه میدیدم اون دعوا مرافعه هایی که تو کانون نویسندگان ایران بود، ولی به خاطر اینکه شما جای بروز مسائل سیاسی رو نداری، باید مسائل سیاسی تو بیاری توی یه کانون نویسندگان، ما داریم همین کار رو تو خارج از کشورم ادامه میدیم، کاملا کار غلطی. بچه شد که قبول کردی؟ یادم نمیاد، خیلی سال بعد چون دعوا که تموم نشد که چرا یه خورده شکل کانون تعدیل پیدا کرد و بعد گویا یه موردی بود که باید یک اعلامیه دست جمعی چیزی میدادیم، بچه‌ها من گفتن همیشه همراه بودی، همیشه همراه بودی یادم امضاات همیشه اسمت توی همیشه بود استر. و من از همون اولم از اعلامیه برای سلمان رشدی امضا کردم. بله. که ما شدیم مهدور و دم مثل خود آقای سلمان رشدی. اسم تو گره خورده با یک دادخواهی خاص و اون هم مادران پارک لاله هست، یا مادران سوگوار در آغاز، مادران آزاد. پرتو نورعلو یکی از آن زنانی بود، آغازگرانی بود که اومد این صحنه دادخواهی رو در جغرافیایی که زندگی میکرد بازسازی کرد. چه چیزی از این دادخواهی نظر تو رو جلب کرد که رفتی پای تصویرسازیش؟ ببینید، از کشتارهای دست جمعی دهه 60 و به ویژه تابستان خونین 67 و ما فامیلایی هم داشتیم که اینا رو هم کشته بودن، این داغ این کشته شدن این بچه های واقعا زیبا رو میتونم بگم، همه جوان، همه فعال، این به دل من مثل من یه مادر بودم و اینو کاملا مثل مادرهای دیگه احساس میکردم، ولی خب اونجا به طور خاموش ما نمیتونستیم بروز بدیم این همدردی ها و اینا رو. وقتی اومدم خارج و این واقعی 88 سال 88 رخ داد و این کشتارها و شکنجه ها و اینا و میدیدم که مادرها چه میکردن، مادر ندا رو میدیدیم و اینا میامدن شنبه ها توی پارک لاله در سکوت کنار این آبنماها میشستن، ولی پلیس نمیتونست اونا رو طاقت بیاره، میزدن همشون رو بیرون میکردن. ما تصمیم گرفتیم که خب حالا که نمیگذارن اون مادرها این کارو بکنن، ما مادرها اینجا این کارو بکنیم. و اینطور که میگن پیشنهاد اولیشم خانم شیرین عبادی داده بود، ولی به هر حال هر کسی در شهر خودش شروع کرد به این کار، ما در لس آنجلس این کارو کردیم. کلن به هر حال یکی از شهرهای آغازگر این جریان بود. دقیقاً از آغاز این بود. البته من یاران بسیار خوب، دوستان بسیار خوبی داشتم، خانم سریا فلا و خانم سوفیا صدیق پور، کتایون عظیمی، ما چهارتا بودیم که بنیان اینو گذاشتیم. بله. و هر شنبه رفتیم توی پارک ها. بله. شم روشن کردیم. یک روزی شما من این افتخار همراهی توی لس آنجلس داشتم با دوستان شما عرف، و اون اتفاقا اون روز شما نبودیم. نبود. تنها روزی که شما نبودین اون روز من بودیم. خب ما به پایان برنامه رسیدیم. پرتو نوریالا همیشه، نمیخوام بگم زیر سایه، نه، بلکه همیشه چهره‌های شناخته شده اون رو همراهی کردن در زندگی. برادر اسماعیل نوریالا، همسر، و بعد امروز میبینیم فرزند شهرزاد سپانلو، دخترت، با همه زیبایی درونی و بیرونی خودش و همه فرهیختگی که این نسل جوان باید داشته باشه ولی در این دختر هست، من بسیار شهرزاد دوست دارم. مرسی. چهره محبوب در عالم موسیقی پاپ شده،
برای مادر چه معنایی داره؟ من افتخار میکنم به وجودش و این دختر پشت کارش. ببینید ما وقتی اومدیم منو پسرم و دخترم و شوهر، شوهر نخواست بمونه اینجا، منم نمیخواستم باش زندگی کنم، به هر حال اون برگشت و من با دست خالی و البته حمایت خانوادم کار کردم. من سوپریور کورت لس آنجلس کار گرفتم و خیلی سریع میرفتم جلو، خیلی سریع بچه ها رو بزرگ کردم اینجا. و شهرزاد همیشه علاقه داشت به کارهای هنری، ولی من بهش میگفتم باید دانشگاه رو بری، اگه وقتی دانشگاه تموم شد اگه هنوز دلت میخواد کار هنری بکنی از تو دانشگاه شروع کن. و این UCLA رفت و با تئاتر شروع کرد که اصلا کارگردان یکی از تئاترها به من گفت این یه پارت کوچیک داره ولی نگاه کن تمام صحنه رو گرفته. و بعد با دخترای ایرانی آشنا شد، گروه سیلوئت، بله. کار قشنگی که آقای شهبال برای اینا کرد. شهبال کردو داره، واقعا کار فوق العاده، خیلی فوق العاده. و از اونجا شهرزاد مطرح میشه. بله. و آیا فکر میکنی بخشی دیگری رو از پرتو داره ادامه میده یا اینکه نه اون خودش چهره مستقل خودش رو که اتبه البته حتما داره؟ بله، بچه ها تداوم پدر و مادر هستن، شما نمیتونین. و چقدر زیباست. آره، آدم تداوم خودشو در اونا میبینه. حالا میخوای بدونی تو راجب شهرزاد گفتی، حالا میخوای بدونی شهرزاد راجب تو چی گفت؟ من یه سورپرایز برات دارم. از چی؟ از شهرزاد. شهرزاد برای تو یه پیام فرستاد برای این برنامه. من مادرم رو با تمام وجودم دوست دارم. به زنی مینگرم با همه خوبی ها و تصویر حقیقی مادری دوست داشتنی که همزمان یک فعال سیاسی و اجتماعی و نویسندهی موفق و تواناست. من هم یک زنم و همچنین و همزمان مادر و فعال هنری و خوب میدونم چه دشوار و چالش برانگیز است همه این بودنها. من در همه سالهای زندگیم زنی را میدیدم که همواره بهترین مادر و هنرمند بود و هست. زنی که می ستایمش و به وجودش مغرورم. او کسی نیست جز مادرم پرتو نوریالا. و این هم ستایش دختری از مادر، دختری موفق از مادری موفق. شنگ کرد پرتو عزیزم، برای من سعادتی بود امروز میزبان تو باشم و برات بهترین آرزوها رو دارم. ممنونم، لطف کردین که در این مدت کوتاهی که ما اینجا هستیم شما این لطف بزرگ رو کردین که من بیام تو این برنامه. و اینقدر قشنگ این کار، سوالای خیلی قشنگ، درد دل راحت، آسوده. به هر حال نشستن در مقابل زنی که آگاهی و تبحر به کار مدیا هم داره کار ساده‌ای نیست و نبود. سپاسگزار از حضورت پرتو جان. خیلی ممنون. خب اگر موافق باشید بریم پیام دوم شهرزاد سپانلو رو که هدیه ایست برای مادرش پرتو و همه شما عزیزانم با هم نگاه کنیم. همراه با پرتو نوریالا، شاعر، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر و دادخواه، دادخواه برابری و آزادی، برای فرد شما بهترین آرزوها رو داریم. شب و روزتان خوش. آزادی، 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 آزادی خوب.
از رو دلای مردم یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره لم لم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.